سلام، با خبرهای این ساعت طلوع با شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 25 ماه اسد سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 15 ماه آگست سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. اتهام حمله های انتحاری از زرنج بر بلوچان ایران. رئیس جمهور کرزی از زرداری توقف بیدرنگ حمله ها را می خواهد. و هشدار وزیر دفاع آمریکا به ایران. به شروع خبرها. انتحار کنندگان که دیروز در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز حمله های انتحاری انجام دادند از بلوچان ایران بودند. شمار از نمایندگان ولایت نیمروز در مجلس با ابراز این مطلب می گویند که اگر ایران نیز هم مانند پاکستان انتحاری ها را به افغانستان بفرستد، این کار بسیار خطرناک خواهد بود. این نمایندگان با ابراز نگرانی جدی از افزایش حمله های انتحاری در کشور می گویند تا هنگامی که انتحار کنندگان از سوی رئیس جمهور کرزی بخشوده می شوند، این حمله ها پایان نخواهند یافت. صالح سادات گزارش می دهد. تا هنگامی که فرهنگ مافیات از مجازات از کشور برداشته نشود و قوانین عملی نگردد، افغانستان از بحران ناامنی ها و نیز حمله های انتحاری نجات نخواهد یافت. شمار از نمایندگان مجلس با تاکید بر این مطلب، سیاست های کنونی حکومت را در برابر کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان سخت انتقاد می کنند و می گویند که اگر پس از این ایران نیز به افغانستان انتحاری بفرستد، اوضاع کشور از این هم بدتر خواهد شد. اینها بلوچای سراوان هستند، از کشور ایران آمدن، با سفارت ایران شدیدن سر از این موضوع صحبت بشه. همین 3 نفر که زنده دستگیر شده، اینا هم مثل دیگه انتحار کننده باز شامل عفو جناب رئیس جمهور نشن. دولت په دې برکه هم کوشش کوي چې هغه ځنمرګي چې نیول شوی دی هغه هم پټ کی ترسو چې د ایران سره اړیکه خراب نشي او افشا نشي. 3 نفر دستگیر شده، اما 3 نفر چرا اعدام نمی کنند؟ آیا در اسلام و در قانون اساسی افغانستان مجازات قتل نفس قصاص نیست یا هست؟ آیا ما مسلمان نیستیم؟ ما شما داد می زنیم که چرا جلوی انتحاری گرفته نمیشه؟ توسط کی گرفته شوه؟ توسط افراد ملکی، توسط چند تا پلیس ملیشه و توسط اردوی ملی. این خو وظیفه استخبارات، وظیفه امنیت ملی است. در همین حال شماری دیگر از نمایندگان از هیئت اداری مجلس میخواهند تا درباره گفتگوهای صلح با طالبان طرح تازه را به حکومت پیشنهاد کند. در مورد نگاه ما به طالبان باید تجدید نظر کنیم. در مورد پروسه صلح که پیشروی گرفته شده تجدید نظر کنیم. به گفته مقام های محلی و مسئولان شفاخانه ولایت نمروز، در 3 حمله انتحاری پی در پی به روز 3 شنبه در شهر زرنج مرکز این ولایت 27 تن کشته شدند و 110 تن دیگر زخم برداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم کشته شدن غیر نظامیان را در حمله های اخیر مخالفان مسلح دولت به شدت نکوهش می کند. مسئولان این کمیسیون در واکنش به این حمله ها این کار مخالفان مسلح دولت را یک دست نبودن آنان و نیز درویی این گروه ها در کار نگهداری از جان غیر نظامیان می دارند. پیش از این ملا عمر رهبر گروه طالبان از اعضای این گروه خواسته است تا در ماه رمضان به غیر نظامیان آسیب نرسانند. شریف امیری گزارش می‌دهد. تنها در روز 26 ماه رمضان در چند بخش از کشور رویدادهایی که برخواسته از حمله های انتحاری و انفجاری گفته شده است سبب کشته شدن بیش از 50 غیر نظامی شد. رویدادهایی که واکنش های سخت را به همراه شده است. بیشتر هم رهبر گروه طالبان خواستار جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در این حمله ها در ماه رمضان شده است. این بیشتر نشان دهنده ضعف نیروهای مخالف دولت نشان می‌دهد. از همگسیستگی امو سلسله مراتب فرماندهیشان نشان میده و در این حال به صورت کل اگر بگویم یک درویی و تظاهر و ریاکاری این گروه نشان میدن و گروه مخالف نشان میدن برای حفاظت جان و مال افراد ملکی. اینا دشمنان قسم خورده ملت و سرزمین افغانستان هستند. بنابراین بر اینا هر جای هدف است. اگر مسجد باشه،
اگر شهر باشه، اگر خانه باشه، اگر ملکی باشه، اگر نظامی باشه. در این میان آنچه که کشته شدن غیر نظامیان و افراد بیگناه گفته شده است، نگرانی هایی را در میان برخی از عالمان دین نیز برانگیخته است. اگر به موجب مثلا غیر نظامی و یا نظامی مسلمان یا ای که غیر نظامی کشته میشه، خداوند متعال در قرآن عظیمشان مهربانی میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فیها. کسی که یک مؤمن یک مسلمان قصدن میکشه، جای قاتل دوزخ است و همیشه همیشه در دوزخ خواهد ماند. ای البته از دیدگاه مجازات اخروی قاتل است و همچنان در حدیث جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه که اگر یک خون ناحق در زمین میریزه، عرش خداوند میلرزه. پیش از این نیز در ماه رمضان در یک انفجار در ولسوالی پغمان ولایت کابل 9 غیر نظامی کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند. رویدادی که بیشتر قربانیان آن کارگران بودند. رئیس جمهور کرزی در دیدارش با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان خواهان توقف بدرنگ حمله های پاکستان بر خاک افغانستان شده است. رئیس جمهور کرزی هشدار می دهد که ادامه حمله های نظامیان پاکستان بر خاک افغانستان به خیر پاکستان نخواهد بود. آقای کرزی که با همتای پاکستانیش در حاشیه نشست سازمان همکاری های اسلامی سخن می گفت، می افزاید که ادامه این حمله ها بر روابط کابل و اسلام آباد اثرهای منفی داشته است. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از تلاش های واشنگتن برای حل مشکلات مرزی میان پاکستان و افغانستان سخن می زند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. سرانجام ادامه حمله های موشکی و پرتاب گلوله های توپ از سوی نظامیان پاکستان بر خاک افغانستان ظاهرا رئیس جمهور کرزی را خشمگین ساخته است. در یک خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور کرزی در دیدارش با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در حاشیه نشست سران سازمان همکاری های کشورهای اسلامی خواستار توقف بیدرنگ این حمله ها شده است. این عملات بر احساسات مردم افغانستان و دوستی افغانستان با پاکستان اثرات منفی زیاده بر جا گذاشته است و ادامه آن به خیر پاکستان نیست. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که برای حل این مشکل به زودی جنرال جیمز میتس فرمانده مرکزی ارتش ایالات متحده آمریکا با مقامات پاکستانی به ویژه پرویز اشفاق کیانی رئیس ارتش پاکستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. ما همواره بر اهمیت کار مشترک هند، پاکستان و افغانستان در مبارزه با پدیده هایی که با آنها روبرو هستند تاکید کرده ایم. من باور دارم که صلح و ثبات در منطقه به میان نخواهد آمد مگر اینکه هند، پاکستان و افغانستان در برابر تهدیدهای مشترک با هم کار نمایند. در حالی که مقامات پاکستانی نیز ظاهرا از رویدادهای مرزی میان کابل و اسلام آباد ابراز نگرانی کردند، اما ریاست عمومی امنیت ملی نگرانی مقامات پاکستانی را بیجا می‌داند. حکومت زیرزمینی پاکستان یا واضح تر بگویم ISI بر حکومت ملکی پاکستان اطلاعات غلط و گمراه کننده میده. در نتیجه اینی اطلاعات غلط و گمراه کننده مسئولین حکومت ملکی پاکستان میگن ما به خاطر نگرانی ها و تشویش خود یک مملکت دیگر راکت باران میکنیم. هیچ منطق وجود ندارد. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی خواهان اقدام بیدرنگ جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا برای توقف هر چه زودتر حمله های پاکستان بر خاک افغانستان شدند. جامعه جهانی با نظر داشت تعهداتی که بر مردم افغانستان و دولت افغانستان داره و پارلمان های هر دو کشور هم این توافقنامه استراتژیک دراز مدت بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا را تصویب کرده و مریول اجرا شناخته میشه، مکلفیت داره که باید در برابر تجاوزاتی که از بیرون صورت میگیره بر حریم ما اقدامات صورت بگیره. اگه اقدام نکنه مانایش ایست که این توافقنامه ماهیت خود از دست بده. این گفته ها در حال ابراز میشوند که روز سه‌شنبه برای نخستین بار نیروهای مرزی افغانستان به حمله های نظامیان پاکستانی بر یک بازگاه پلیس مرزی پاسخ دادند.
فساد اداری یک تهدید جدی در برابر مأموریت آیسف، ناتو و حکومت افغانستان است. فرمانده نیروهای مشترک برنامه شفافیت آیسف با ابراز این مطلب از دستاوردهای این اداره در دو سال گذشته سخن میزند و میگوید که این اداره توانسته است از سال 2010 تا کنون 100 شرکت داخلی و خارجی را که در فساد دست داشتند منحل سازد. در همین حال این مقام بلندپایه آمریکایی طالبان را بزرگترین شبکه قاچاقبر مواد مخدر در منطقه میداند. یما احمدی گزارش میدهد. فرمانده نیروهای مشترک برنامه شفافیت آیسف بانک از تلاش های اخیر حکومت رئیس جمهور کرزی در کار مبارزه با فساد اداری در نهادهای دولتی استقبال میکند، اما میگوید اگر دولت افغانستان میخواهد که کمک های دراز مدت جامعه جهانی را به دست آورد باید به گونه جدی تر دست به کار شود. گروه کره این اداره از سال 2010 تا کنون قراردادهایی را به ارزش 30 میلیارد دلار که 1500 شرکت جهانی و افغانی در آن دست داشتند بازنگری کرده است و در نتیجه این بازنگری ها کار بیش از 100 شرکت به حالت تعلیق در آمده است و این شرکت ها از معاملات بیشتر با نیروهای آمریکایی محروم شدند. در این حال این مقام بلندپایه آمریکایی مواد مخدر را یک پدیده خطرناک می‌داند و از طالبان به عنوان بزرگترین شبکه قاچاقبر مواد مخدر در منطقه نام می‌برد. مواد مخدر تمویل کننده طالبان و شورشیان در افغانستان است. ایسف در حمایتش به سطح وزارت‌ها، رهبران ولایتی و محلی و نیروهای امنیتی افغان در راستای حکومتداری خوب و عرضه خدمات بهتر به مردم و نیز کاهش دادن تهدیدهای شورشیان ادامه خواهد داد. برنامه شفافیت از سوی جامعه جهانی با همکاری دولت افغانستان دو سال پیش آغاز شده است و هدف این برنامه مبارزه با فساد اداری در نهادهای دولتی و خارجی گفته شده است. در انفجار در ولایت هرات 18 تن زخم برداشتند. مقام های امنیتی هرات میگویند که این رویداد در حوالی ساعت 3 پس از چاشته امروز هنگام رخ داد که مواد انفجاری که در یک بایسیکل جاسازی شده بود در بازار هرات منفجر شد. در همین حال مسئولان صحت عامه ولایت هرات میگویند که 4 زن و 1 پلیس نیز مشمول زخمیان این رویداد هستند. جاوید زیارتجاهی از هرات گزارش میدهد. مسئولان امنیتی این ولایت میگویند که حراست‌کنان مواد انفجاری را در یک بایسکل جاسازی کردند و در نزدیکی یک پسته پلیس منفجر ساختند. هرچند مسئولان امنیتی این ولایت قربانیان این رویداد را 14 زخمی اعلام میکنند، اما مسئولان شفاخانه حوزوی هرات میگویند که 18 زخمی شامل 2 کودک، 3 زن و 1 پلیس را به این شفاخانه انتقال دادند. افراد ماشینی هستند و افراد ملکی هستند که متاسفانه در این رویداد مجروح شدند و به شفاخانه انتقال داده شدند و همچنان در مجموعه 15 نفر از افراد که به شفاخانه از بخش سکور مراجعه کرده، 1 تن از افراد پلیس ترافیک هم شامل هست که وضعیت صحی مجروحین خوب از طرف دکتر صاحب گزارش داده شده، اما وضعیت صحی 3 تن از مجروحین وخیم است. بیشتر کسانی که در این رویداد آسیب دیدند غیر نظامیان هستند که برای خرید لباس و شیرینی. هرچند تا کنون فرد و گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است، اما مسئولان امنیتی این ولایت این حمله را به طالبان نسبت می‌دهند. طالبان با استفاده از نام اسلام و به دستور استخبارات منطقه نمی‌گذارند که در افغانستان صلح و ثبات تامین شود. لیدرسیز کشور با بیان این مطلب میگوید که طالبان در حال حاضر حتی 5% حمایت مردم را نیز با خودشان ندارند و یک گروه شکست خورده هستند. در همین حال وی از تمامی نیروهای امنیتی با ویژه اردوی ملی میخواهد تا در حمله بر نیروهای خارجی زیر تاثیر تبلیغات طالبان قرار نگیرند. رفی صدیقی گزارش میدهد. طالبان افغان و خارجی با استفاده از نام اسلام و به دستور حلقه های بیگانه می کوشند تا کشور را بی‌ثبات سازند و نیز با راه اندازی تبلیغات برخی از نیروهای امنیتی افغان را بر حمله در برابر نیروهای خارجی آماده می سازند. رئیس ستاد ارتش کشور با بیان این مطلب می گوید که متاسفانه شماری اندکی از این نیروها زیر تاثیر تبلیغ مخالفان قرار می گیرند. او از نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی می خواهد تا نگذارند طالبان افغان و خارجی به دستور بیگانگان کشور را بی‌ثبات سازند. ما به خاک کسی تجاوز نکردیم، نمی کنیم، ولی حق داریم که از خانه خود دفاع کنیم. بنان پنجابی که، عربی که، چچنی که، ازبکی که در خاک ما علیه ما به راهنمایی و کمک و همبستگی تروریستا و طالبا و حقانی و دیگه
علیه ما فعالیت میکنه ما باید دستش کوتاه کنیم. وای می افزاید که طالبان و دیگر گروه های ایراست افغان بدون حکم دادگاه سر می برند و تیرباران می کنند. اکنون باشندگان بخش های گوناگون کشور از کارنامه های سیاه آنان به سطوح آمده اند. مردم ما طرفدار ماست. دشمن از ظلم و استبداد و تهدید و را طور و نمود می کنه مردم ما را که گویا مردم طرفدار از واست. قطعا نیست. 5% دوست و طرفدار واقعی نداره. در همین حال شماری از جنرالان و افسران لوای 101 اردوی ملی از سوی رهبری وزارت دفاع ملی ترفیع کردند و برخی از آنان به علت کارهای شایسته ایشان مدال و ستایش نامه گرفتند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از مداخله ایران در سوریه هشدار می‌دهد. لون پنیتا می‌گوید که ایران در حال ایجاد یک نیروی شبه نظامی در سوریه است و این کار می‌تواند به بدتر شدن اوضاع در آن کشور بیانجامد. در همین حال سازمان همکاری های اسلامی به تعلیق در آمدن عضویت سوریه را در این سازمان با بررسی گرفته است. از سوی دیگر امروز در انفجار در نزدیک یک اردوگاه نظامی در شهر دمشق 3 تن زخم برداشتند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از مداخله ایران در امور داخلی سوریه سخت انتقاد می کنند. لیون پنیتا از حکومت ایران می خواهد تا از مداخله در امور داخلی سوریه دست بردارد و بگذارد که مردم سوریه سرنوشتشان را خودشان تعیین کنند. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در پیوند با فعالیت‌های هسته ایران میگوید که هنوز هم در گفتگوها باز است و اسرائیل درباره حمله نظامی بر ایران تا کنون تصمیم نهایی را نگرفته است. واضح ان اسرائیل یک کشور مستقل است و سرانجام درباره حمله بر ایران بر بنیاد منافع امنیتی ملی خودش تصمیم خواهد گرفت. اما من باور نمی کنم که اسرائیل در حال حاضر در این باره تصمیم گرفته باشد. از سوی دیگر رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا می گوید که ایران می خواهد با ایجاد یک نیروی شبه نظامی در سوریه بخش از فشارها را بر ارتش سوریه کاهش دهد. این گفته ها در حال ابراز می شوند که در نشست سازمان همکاری های اسلامی در شهر مکه بحران سوریه به بحث گرفته شده است و گفته می شود که بیشتر کشورهای شرکت کننده در این نشست خواهان افزایش فشارها بر حکومت بشار الاسد هستند. و نخست وزیر هند از فرستادن یک سفینه فضایی به مریخ سوی این کشور در آینده خبر می دهد. منموهن سینگ که به مناسبت 66 سال روز آزادی این کشور سخن می گفت می گوید که هدف از فرستادن این سفینه فضایی به مریخ گرد آوردن اطلاعات علمی است و می افزاید که برای رشد سریع اقتصادی هند نیز به گونه جدی تلاش خواهد کرد. بیننده های گرامی، به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. این هم چند خبر اقتصادی. اتاق تجارت و صنایع از رئیس جمهور می خواهد تا برای نظارت از عملی شدن فرمان اخیرش اداره مستقله را از نمایندگان بخش خصوصی جامعه مدنی به اداره امور ایجاد نماید. مسئولان این نهاد می گویند هرچند این فرمان اقدام خوبه برای حل مشکلات اقتصادی کشور است، اما با باور آنان با توجه به سهل انگاری های دفترهای دولتی احتمال عملی شدن درست این فرمان بسیار اندک است. ذبیح الله جهانمل گزارش می دهد. اتاق تجارت و صنایع با استقبال از فرمان اخیر رئیس جمهور برای مبارزه با فساد میگوید با توجه به مشکلات زیادی در بخش های مختلف این فرمان باید به گونه لازم آن عملی شود. در جهت شفافیت و در جهت ایجاد یک نظام قانونمند جوابگو به نیازهای مردم و پاسخگو به اعتراضات مردم یک گام است. از سوی مسئولان اتاق تجارت و صنایع میگویند پیشنهادات مشخص بخش خصوصی را برای عملی شدن این فرمان از سوی نهادهای دولتی به رئیس جمهور میفرستند. ایجاب میکنند که یک اداره مستقل بر نظارت از این وجود بیاید و همچنان مردم در این مسئله دخیل شوند و مردم از یک شیوه به یک شیوه در رابطه با تطبیق از این باید نظریات خود را پیشنهادها و انتقادهای خود را بدهند.
در فرمان اخیر رئیس جمهور گذشته از حل مشکلات اقتصادی، ترانزیتی و تجارتی در کشور، طرح مشخص برای حمایت از تولیدات داخلی و ساخت راهبرد جامع صنایع، ساخت راهبرد تجارتی و سیاست اقتصادی ملی از موارد مهمی هستند که برای آماده ساختن بیدرنگ آن در زمان معین نهادهای مربوطه دولتی مکلف ساخته شدند. صنعتکاران کشور میخواهند به علت حل نشدن مشکلات صنایع کشور به جامعه جهانی شکایت کنند. انجمن صنایع افغانستان میگوید از آنجا که نهادهای داخلی در کار از میان برداشتن مشکلات صنایع بی‌پروا هستند، اکنون زمان آن رسیده است تا این مشکلات را نهادهای جهانی از میان بردارند. حسیب مودودی گزارش میدهد. بروز دوشنبه هفته گذشته شهر هرات گواه یک اعتصاب کاری بخشای تولیدی و خدماتی بود، اما هنوز هم صنعتکاران از پیامدهای ناگوار از میان برداشته نشدن مشکلاتشان هشدار میدهند. اتحادیه صنعتکاران میگوید که سرمایه گذاران در کشور بسیار دلسرد شدند، زیرا گذشته از مشکلات پیشین هر روز مشکلات تازه نیز در برابر آنان قرار میگیرد. یک کسی نمیتونه با سرمایه گذاری کنه در این طور یک جایی که اوجا امنیت نباشه، اوجا آدم امنیتی فیزیکی نداشته باشه و طبعا کسی سرمایه گذاری نخواد کرد و سرمایه افغانستان عالم پرار کرده، این چیزی که مانده ایرم به پرار تشویق میکنن. در همین حال انجمن صنایع افغانستان میگوید که مشکلات صنایع کشور بیشتر از آن است که به این زودی ها از میان برداشته شود. از همین رو این نهاد در نظر دارد تا از جامعه جهانی برای حل این مشکلات کمک بخواهد. تروس پور خمنګ په داخله افغانستان کې ته رئیس جمهور سره ته وزیر سیبانو سره ته ټولو سره په دغه باندې بحث کړی دا به حل شي، او کچیر ته دوی حل نکړه موږ مجبور مکلف شي هغه بین الملل ټولنو ته ووزو، هغه ته ویو چې افغانستان کې خلک سره اجر دي چې خپل افغانان سرمایه گذاروي کې ولی نش کولای چې دوی یو پالیسی جوړه کړي چې د دې پالیسی مطابق په افغانستان کې داخلي خلک او خارجي خلک سرمایه گذاری وکړي. هرچند پس از اعتصاب صنعتکاران هرات برخی تغییرات در فرماندهی پلیس این ولایت به میان آمدند، اما اینکه این تغییرات چه اندازه در بهبود امنیت و رو آوردن صنعتکاران به جامعه جهانی چه اندازه در حل مشکلات صنایع اثرگذار خواهد بود با گذشت زمان روشن می شود. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 51 افغانی با 25 پول، یک یورو 62 افغانی با 80 پول، یک درهم امارات 13 افغانی با 90 پول، 1000 روپیه هندی 925 افغانی، 1000 تومان ایرانی 24 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 546 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم سمیر رسا تقدیمتان میکند. سلام، با چند رویداد ورزشی خوش آمدید. در ادامه رقابت های کرکت جام جهانی پنجاواره نوجوانان، افغانستان اسکاتلند را شکست داد. در این دیدار که امروز در استرالیا برگزار شد، نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در 50 اوور 192 دوش را برای اسکاتلند هدف تعیین کرد. اسکاتلند نتوانست هدف تعیین را انجام دهد و مغلوب افغانستان شد. پیش از این افغانستان در نخستین دیدارش شکست را از پاکستان پذیرفته بود. رقابت‌های انتخاباتی فوتبال نونهالان کابل با قهرمانی تیم پرورشگاه پایان یافتند. مقام‌های دوم و سوم را تیم‌های عدالت و هندوکش شمال بی از آن خودشان کردند. راشد عزیزی از تیم استقلال و فهیم کارگر از تیم هندوکش شمال هر کدام با زدن 6 گل لقب آقای گل رقابت‌ها را به دست آوردند. در فرجام دیدار این رقابت ها پرورشگاه 3-1 عدالت را شکست داد و جام قهرمانی را به دست آورد. ما یک تعداد از پلیر ها را تقریبا 20-25 چهره را برای تیم های ملی هم 13 سال ما هم کسایی که رده سنیش پایین تر بود برای 12 سال ما کاندید کردیم. بین تمام گلکیپر ها تونستم زحمت های بیشتر بکشم و از تکنیک های خود استفاده کنیم، بهترین دروازه ها انتخاب شدم. همچون مسابقات باعث سیزی می شود یعنی که فوتبال در افغانستان از زیر سنین 13 سال زیادتر رشد می کند. این رقابت‌ها با حضور 10 تیم برتر شهر کابل در میدان ورزش پروژه گل برگزار شده بودند و 8 روز ادامه داشتند. و اینکه تیم‌های تلویزیون خورشید و معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله با برتری در برابر رقیبانشان راهی دیدار نهایی رقابت‌های فوتسال جام رمضان رسانه‌های افغانستان شدند. در دورهای برگزار شده مرحله نیمه نهایی تلویزیون خورشید 4-3 دانشگاه آمریکایی را شکست داد و معاونت مبارزه با مواد مخدر 4-2 از آژانس خبری رشد گذشت. اکنون توجه کنید به چگونگی هوای فردا.
فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 21. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 31. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 27. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 26. و سرانجام در شهر هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. با توجه به خبرهای این ساعت تشکر، خدا نگهدار.